خانم اسدی همراه با چندین جوان دیگر در واقع به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام در بهمن ماه سال 1399 بازداشت شدند که دیرتر به حبس تعزیری محکوم شدند که به در مورد اون میپردازم. جلسات نخست و دوم دادگاه این شهروندان از طریق بابت اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و پخش بنر و تراکت، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروه های مخالف نظام در شعبه انقلاب دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد که در همینطور که گفتی آقای غلامی هم در واقع توسط نیروهای امنیتی در اسفند ماه بازداشت شده بودند که به یه هفته هم در پس از یه هفته که در زندان کرج، رجای شهر کرج در واقع نگهداری شدن، به زندان تهران بزرگ منتقل شدن. مهران آذری و فریبا و اسدی هر کدوم به ترتیب یکم بهمن ماه و سوم بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. بازداشت خانم اسدی خب سرسرای زیادی داشت بخاطر اینکه با ضرب و جرح شدید همراه بوده و ماموران امنیتی همچنین اقدام به بازداشت همسرشون کردن که همسر ایشون بعد از یک هفته با نظر دادستان از اتهامات تبرئه و آزاد شد. نهایتا در تاریخ 18 بهمن 99 آقای آذری و خانم اسدی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرک قدس به ریاست قاضی کاویانی منتقل شدند و پس از صدور قرار وثیقه به زندان‌های هر کدوم به تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شدند. در واقع آقای آذری به تهران بزرگ و خانم اسدی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند که در هر کدوم هم تونستن با تا پایان مراحل دادرسی در واقع با قرارداد وثیقه نهایتاً آزاد بشن تا پایان مراحل دادرسی. و دهم مهر ماه 1400 در شعبه دوم دادگاه انقلاب هر کدوم از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و مسعود وظیفه از بابت اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس با احتساب ایام بازداشتشون در واقع محکوم شدند. خانم اسدی در 21 آذر 1400 طی ابلاغیه جهت اجرای حکم حبسشون به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بودند که نهایتاً در تاریخ 13 دی ماه 1400 در منزل شخصشون در تهران بازداشت شدند و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این خلاصه بود که من تونستم جمع‌آوری کنم. عذرخواهی می‌کنم اگه کامل نبود با توجه به شرایطی که داشت. خیلی ممنونم. خب خانم فریبا اسدی هفته‌ای که گذشت تولدشون بود و خب تولدشون رو ایشون در زندان گذروندن. این هفته تولد چند تا از زندانیان سیاسی هم بود، از جمله یاسمن آریانی و سبا کردافشاری، که خب سبا کردافشاری و یاسمن آریانی چند سالی که الان تولدشون در زندان هستن. خب خانم اسدی در چند وقت گذشته بارها نامه‌هایی رو منتشر کرده و اعتراض کرده به شرایط زندان قرچک و ما در هفته‌های گذشته هم در مورد نامه‌هایشون در همین اتاق صحبت کردیم یا برخی از نامه‌هاش رو در شبکه‌های اجتماعی آموزشگاه توانا هم منتشر کردیم. ضمن این که ایشون در امضای نامه‌های جمعی با همراه با برخی از زندانیان سیاسی دیگه هم همراه شده و الان خب شرایط زندان قرچک شرایط خوبی نیست. ایشون مدت‌ها در بندهایی با زندانیان سارق و قاتل نگهداری شده بوده و احساس امنیت نمی کرده و خب در این مورد من فکر کنم که کلن در مورد ایشون و زندگیشون
میثم جان بیشتر میتونن توضیح بدن و شرایط بازداشت شدنشون، و فکر کنم ایشون مادر یک فرزندم هست. میثم جان بفرمایید. میثم غلامی، درود بر شما. صحبت های شما رو میشنویم در مورد فریبا اسدی. بله ممنونم. درود بر شما جناب آقای جواب. امیدوارم که همه دوستان خوب باشن و درود میفرستم به خدمت همه حاضرین در اتاق. خانم فریبا اسدی، البته یه چیز اضافه کنم در بیانات خانم سوده، که بندم بهمن ماه 1399 دستگیر شدم 16. خانمی آزادی خواه ایران که تولدشون همین هفته پیش بود و فریبا اسدی متولد 17/4/1369، زنی از تبار کرد و مادر کودکی 7 ساله ملقب به یکتا که خواهان حکومت پاک پهلوی است، در زمستان سال 99 از طریق نیروهای وزارت اطلاعات به جرم تبلیغ علیه نظام و پخش تراکت و پرچم شاهنشاهی به همراه ما میثم غلامی و مهران آذری دلفان بازداشت شدیم و مدتها در انفرادی به سر می برد. این در حالی بود که تا 2 ماه خانوادش از او بیخبر بودند و بعد از 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد و حکم نهاییش هم در پاییز سال 1400 برای اعزام به زندان قرچک جاری شد. روز 13 دی ماه سال 1400 با یورش نظامیان خامنه‌ای به خانه مادریش دستگیر شد. یعنی دوباره مثلا ابلاغی که اومده بود نرفته بود خودش معرفی کنه، که با یورش نظامیان ماموراشون بردنش زندان. ایشون یه فرزند پسر 7 ساله دارن که الان ازش دورند و مشکلاتی که براشون پیش اومده از اعتصاب قضا به خاطر نمیدونم خبر داشتین یا نه، قبلا زندان قرچک ورامین هفته 10 دقیقه نهایتا 20 دقیقه میتونستن با تلفن حرف بزنن، ولی به خاطر اعتصاب قضا ایشون و حالا همراهی دوستانشون تو اون بند سیاسی الان میتونن که از ساعت تقریبا از ساعت 8-9 صبح تا 8 غروب میتونن حرف بزنن به خاطر اعتصاب قضایی که ایشون کرده بود مشکلات کلیوی پیدا کرده و به خاطر اون شرایط انفرادی و بازجویی ها مشکلات قلبی، بیماری قلبی پیدا کرده و سختی های زندان قرچک هم از نداشتن آب شیرین، گرمای زیاد و خرابی کولرها، غذای کثیف، خدمات پزشکی ضعیف. خدمات پزشکی واقعا ضعیفه و واسه هر جور بیماری میگن که میریم مراجعه میکنیم به پزشک فقط به همون پروفن تزریق میکنن و سرکله زدن با آدم های بی وجدانی چون سهراب خدادادی. سهراب خدادادی رئیس زندانه که از اعزام های به بیمارستان ها جلوگیری میکنه و برای زندانیان سیاسی تو بند زنان مشکلات به وجود میاره. خیلی ممنونم میثم جان. خب قبلا در مورد وضعیت زندان شنیده بودیم، آیا خبر داری شما تغییراتی ایجاد شده در وضعیت در بهداشتی و آب شرب زندان قرچک یا نه؟ نه تغییراتی اصلا صورت نگرفته، هیچ بدتر هم شده. یعنی قبلا آبشون باز یه ذره قابل خوردن که نبود، ولی خب باز یه شبیه آبی بود، ولی الان میگن اون همون آبم بوی لجن میده و وضعیت گرماشون اصلا تهویه هوا ندارن تو بندشون، اصلا پنجره یه چیزی تهویه هوایی هیچی نیست و کولر هم ندارن تو این گرما تو این شرایط، و تلفن‌هایی که الان دارن تماس میگیرن تو هواخوریشونه، یعنی تو حیات زندان، تو حیات زندان زیر آفتاب تو این گرما میرن وای میستن، حالا به نوبتیش کردن هر چیزی، با این شرایط زندگی میکنن دیگه اونجا. بله خب واقعا جای تاسفه، یعنی افراد الان به اتهامایی دارن در بازداشت میشن در ایران یا دوران حبسشون رو با این شرایط میگذرونن که اصلا این مسائل در بسیاری از کشورها اتهامی نیست. حالا ایشون اصلا طرفدار یک اندیشه، یک فکر، یک حکومت، اصلا یک نوع حکومت، مبلغ یک نوع حکومت به فرض، هیچ کاری، هیچ آزار و آسیبی به هیچ کس که نرسونده، نهایتش این بودش که
یه سری مثلا تراکت پخش میکرده و حالا همین مثلا دیگه این تو کشورهای دیگه اگر مثلا بیان بشه یک چنین چیزی واقعا اونها نمیدونم چی فکر میکنن در مورد ما. خب هر شبت که من دارم نگاه میکنم ببینم که دیگه چه چیز دیگه ای رو میتونم در مورد ایشون پیدا بکنم. خب زندان قرچک در واقع زندانی هستش که در یکی از نامه های یکی از زندانیان بهش گفته بودن اینجا نام مستعار جهنمه و خب قبلا مرغداری بوده، بعد شد مرکز ترک اعتیاد مردان و از سال 89 بود که زندان زنان اون قسمت شد زندان زنان. الان دیگه کاملا شده زندان قرچک رو کردن زندان زنان و به این زندان تحریزک دوم هم میگن. یکی از شرایط سختی که تو این زندان هست خرید آب معدنی هست که حدود 1000 نفری این زندان زندانی داره، زندانی زن دارن که متاسفانه حدود 100 نفر 200 نفرشون توانایی خرید آب آشامیدنی دارن از این آبای بطری آب معدنی، بقیهشون واقعا ندارن و به مرور زمان اصلا به یک ماه نمیکشه که همشون مشکلات کلیوی و سنگ‌کلی و اینجور چیزا پیدا میکنن و هیچ رسیدگی هم نمیشه بهشون. بله مرسی، ممنون از صحبتتون. جناب میسم امکانش هست از روند دادگاهتون برای ما یکم توضیح بدین به چه صورت بود، چقدر طول کشید؟ و البته من نتونستم پیدا کنم که آیا شما وکیل هم در اختیار داشتین، وکیل اجازه دادن داشته باشین، وکیل تسهیلی بهتون دادن، شرایط چطور؟ بله ما وکیل داشتیم، آقای شریف‌زاده وکیل ما بودم، هم وکیل من و هم خانم فریبا اسدی و آقای جلیلیان وکیل آقای مهران آذری دفان بودن. تقریبا ما حدود 9 ماه یا 10 ماه که من خودم بلا تکلیف بودم بدون هیچ دادگاهی، یعنی هیچ دادگاهی برام برگزار نشده بود و در بازداشت بودم و بعد از 3 جلسه دادگاه که 2 جلسه اولش منتفی شد یعنی برگزار نشد کلا و جلسه سومش برگزار شد به ما حکم دادند و حکمشون هم که وقتی دادند تقریبا حبس من تموم شده بود، چون یه سال که حکم داده بودن حبس من تموم شده بود، حدود 2 ماه هم اضافه تر موندم تا به قول معروف حبس قطعی بشه و بشین رو پروندم که حبس قطعی شد اومدیم بیرون و خانم فریبا اسدی که با وثیقه بیرون بودند رفتند داخل زندان. بازداشت موقت ما را خیلی زیاد نگه داشتن، یعنی بازداشت موقتشون زیاد بود دیگه، حالا بقیه رو وثیقه‌ای کردن ولی در مورد خود من اصلا دادگاه برگزار نمی کردن که وثیقه بشه، چیزی بشه، اتهام هم گفته بشه. شما در واقع تصمیم اتهام نشده بودین تو مدت یه سالی که در زندان بودین، منظورتون اینه درسته؟ بله. میتونم بپرسم چرا دو تا دادگاه اولتون در واقع برگزار نشد؟ دادگاه اول که گفته بودن که اصلا اطلاع نداریم ایشون زندانه، یعنی بقیه رفته بودن دادگاه ولی من چون نبرده بودن از زندان به دادگاه گفته بودن که اصلا اطلاع نداشتیم ایشون زندانه و دادگاه اول اونطوری برکنار شد، برگزار نشد و دادگاه دوم مصادف شد با هک دوربین‌های امنیتی اوین، به خاطر اون دادگاه ها رو عقب انداختن. خب خانم فریبا اسدی همونطور که گفتیم حقوقشون مثل خیلی از زندانیان دیگر در زندان قرچک رعایت نمیشه، حالا به خاطر گرایششون هم خیلی وقتها در خیلی از شبکه‌های تلویزیونی از ایشون و خیلی از زندانی‌های دیگه اسمی برده نمیشه و وظیفه ماست که این زندانیانی که گمنام هستند اینها رو بیشتر معرفی بکنیم به مردم و چون در گمنامی خب حکومت هر بلایی میخواد به سر این زندانیان میاره، اونها رو با زندانیان
جرایم قتل و مواد مخدر اینها هم بند میکنه و از نظر سلامتی گاهی وقتا در خطر میفتن. از شبت که اون اصل تفکیک جرایم ما همیشه من فکر کنم تو این 8-9 ماهی که این برنامه رو داریم تقریبا هر هفته در مورد اصل تفکیک جرایم صحبت کردیم و خب این موضوع رو همچنان روش تاکید میکنیم که بایستی که این موضوع رعایت بشه. من دیگه صحبت خاص دیگری در مورد خانم اسدی ندارم بگم، ولی خب ایشون نامه هاشون در شبکه‌های اجتماعی هست، میتونید در واقع مطالعه بکنید توی سایت های مختلف و خب ببینید که ایشون نظراتشون چی هست و خب به چه علت الان در زندان هستن. ایشون مثل افرادی همچون سویلا حجاب، آرشام رضایی، رضا محمد حسینی، خالد پیرزاده یا خیلی از زندانی های دیگه الان تو این چند سال اخیر زندانی شدن، حکمای سنگینی گرفتن که متناسب نیست با فعالیت هاشون. من یه دونه سوال از آقای میثم دارم. آره بفرمایید. جناب آقای میثم، من برام سوالی که در واقع چطوری به هویت شما عزیزان پی بردن؟ آیا شما با هویت واقعی خودتون فعالیت میکردی و تراکت پخش میکردی و در حین انجام این کار دستگیرتون کردن و یا یک به صورت دیگه در واقع شناسایی شدی؟ ما فکر کنم دوربین‌های امنیتیشون در حین پخش تراکت ما رو گرفته بود، مشخصاتمون رو، مثلا متت‌ها بودن که دنبالمون بودن دیگه، در شهر قدس فعالیت کرده بودیم. توی دادگاه عنوان کردن که در واقع توی دوربین‌ها در واقع شناسایی شدین؟ نه، چیزی در این مورد نگفتن. ولی به احتمال زیاد چون آخه تصویر آورده بودن نشون میدادن، فکر کنم همون دوربین ها گرفته بودن که عکس همون ها، یا از رو شماره پلاک ماشین، یا با فعالیت تو گروه ها به صورت یه چیزی معایبی که داره، زنجیروار بچه ها که لو میرن زنجیروار هم دیگر مثلا لو میرن پشت سر هم یه چند نفری. حالا با توجه به این تجربه میثم جان، چه پیشنهادی دارید؟ مثلا الان شما میگید که احتمالا از طریق دوربین ها یا پلاک ماشین یا همین نوع ارتباط بچه ها توی گروهتون بچه ها لو رفتن، برای سایر فعالان که افرادی که بخوان در ایران و در آینده این فایل رو بخوان بشنون، چه توصیه‌ای دارید که چه اقدامهایی بکنن که کمتر به خطر بیفتن؟ باید خیلی موارد امنیتی رو رعایت کرد، مثلا حتی بگی مثلا 2 ثانیه 2 دقیقه ولش کن، بعد یه مدت فعالیت خب آدم یه چیزهایی از دست میده، میگه بی خیال فلان شو، بی خیال مثلا ماسک زدن و کلا گذاشتن، اینجور چیزهای امنیتی میشه، نباید اینطوری باشه. اگه اجازه بدین من یه سری مواردشو نام ببرم آقای طواف، چون من با یکی از دوستانی که در این زمینه تحقیق کرده بود صحبت کردم. بله بله. بعد جناب آقای میثم هم اگه چیز دیگه‌ای به ذهنشون رسید ممنون میشم اضافه کنم. اول از همه دوستانی که میخوان این کارو بکنن، خیلی مهمه که همیشه دستکش رو داشته باشن، چون خیلی به این مورد توجه نمیشه. پوشیدن دستکش خیلی مهمه، اینکه بدونن دقیقاً قراره کدوم خیابون‌ها و محله‌ها رو برن و باید حداقل 2 هفته قبلش این مناطق رو زیر نظر گرفته باشن و تا حدی حتی دستشون بیاد آیا در این مناطق رفت و آمد پلیس زیاد هست یا نه، گشت های پلیس آیا انجام میگیره یا نه، که چون معمولا ساعت‌هاش هم مشخص هست اینو میتونن متوجه بشن چه ساعت‌هایی هم جمعیت کمتری در اون مناطق هست و هم گشت‌هایی در واقع انجام نمیشه که به خطر نیفتن. زدن ماسک، داشتن کلاه، داشتن عینک آفتابی خیلی مهمه برای اینکه دقیقاً از همین دوربین‌ها دوباره قابل شناسایی نشن.
خیلی مهمه که با وسایل نقلیه خودشون رفت آمد نکنن و اگرم این کارو کردن لازمه که اون وسایل نقلیه در کوچه هایی با فواصل بیشتری در واقع پارک شده باشه و نزدیک همون مناطق نباشه. مثلا اگه به هر محله میرن در یک محله بالاتر و پایینتر در واقع وسایل نقلیهشون پارک شده باشه، ترجیح هم وسایل نقلیه به صورتی نباشه که شناساییش خیلی آسان تر باشه. وسایل نقلیه مثل موتور بیشتر قابل قبول، خوب که البته برای خانم‌ها استفادهش سخت‌تره چون همون سوار موتور بشن هم در خطرن که پلیس اونها رو بخواد نگه داره. و همینطور که گفتم 2 هفته قبلش حتما باید شناسایی کنن مناطقی که رو میخوام برن، در تلاش کنن، هیچ وقت نباید تنها این کار رو انجام بدن، حتما یک نفر رو داشته باشن، تلاش کنن که با یک نفر باشن، تنها این کار رو انجام ندن، وسایل خودشون مثل موبایل و این چیزها رو نبرن و برای عکاسی سعی کنن یا از دوربین عکاسی استفاده کنن و یا از گوشی دومی که سیم کارت نداره و اطلاعات شخصی خودشون نیست در اون موبایل یا تلفن همراه در واقع استفاده کنن برای عکس برداری. اینها چیزهایی بود که الان به خاطر میارم، گفته بودم برای شعار نویسی و همچنین برای پخش تراکت خیلی مهم هست که انجام بدم. و اینکه مناطقی که انتخاب میکنن این کار رو بکنن از مناطق زندگی خودشون فواصل بسیار، یعنی اگه در غرب زندگی میکنین برین شرق این کار رو انجام بدین، اگه در شرق زندگی میکنین برین جنوب تهران مثلا این کار رو انجام بدین، ولی به هیچ عنوان در مناطقی که محل کار خودتون و محل زندگیتون هستم این کار رو ترجیحاً انجام ندین. جناب میسرم اگه حالا مواردی هم میتونین به این نکات ایمنی اضافه کنین خیلی خوب میشه، اگه چیز دیگه ای هم به ذهنتون میرسه. خیلی ممنونم سوده جان. ما احتمالا یک برنامه باید بذاریم با برخی از زندانیان سابق در مورد نحوه بازجویی پس دادن و اطلاعاتی که در واقع از سوالاتی که بازجوها میپرسن، نوع فشاری که میارن و افراد رو مجبور میکنن که یه سری اتهامات رو بپذیرن، و شاید مثلا بتونیم از سعید ملکپور بعدن استفاده کنیم در یه فرصتی که خودش بتونه بیاد. خب خیلی خوب میشه. خب آقای بازیاری بفرمایید. ببخشید من عذر میخوام، من خبری رو که خانم انصاریفر اعلام کرده بود که مادر امیر حسین بازداشت شده، الان تماس که مادر امیر حسین داشتن گفتن نه خبر کذبه. حالا چرا یک سری خانواده ها دارن میگن، ولی خود ایشون گفتن نه خبر کذبه و ایشون بازداشت نشدن. خواستم توی همین اتاق اطلاع رسانی کنم که ایوه خبر کذب منتشر نکنی. بله مرسی، متشکرم. گفتید که گفتین، پس من به همکارم هم گفته بودم اونو حذفش کنم اون خبر. خب عرض کنم که خب سوین جان بفرمایید، شما هم اومدید در خدمتتون هستیم. من اگر اجازه بدید. بله بله خانم گل سفید شما از قبل بودی. بله بفرمایید. بله درود و وقت بخیر خدمت عزیزان. من الان که دوست عزیزمون گفتن حالا برای ترکت پخش کردن یا شعار نویسی، چند تا موضوع به ذهنم اومدش که وقتی که میخواییم اگر که ترکت پخش کنیم یا شعار نویسی کنیم، اولا که بهتره که 2 نوع لباس، یه لباسی که حداقل ظاهرمون رو پوشش موقتی بده، یعنی مثلا با لباسی که قرار بدیم حالا هر کاری رو انجام بدیم، یه لباس هم حالا توی ساکمون یا کوله پشتیمون یا هر چیز دیگه داشته باشیم. دومی که اگر بپرسین علت چرا، ببینید ما الان دیگه ساختمون ها معمولا همه خونه ها دوربین دارن، دوربینایی که تا 1 ماه ضبط کنن. اگر که مامورین براشون مهم باشه اون فرد، دستگیری اون فرد، حتی میتونن از اون دوربین ساختمون ها هم استفاده کنن برای ردگیری حالا اون فردی که حالا شعار نوشته یا ترکت پخش کرده. ما اول اینکه همونطور که سوده عزیز گفتن شناسایی کنیم، ببینیم که منطقه‌ای رو که میتونیم حداقل تا یه مسافتی یا حتی میتونیم چند قدم چند متر دوربین نداشته باشه رو در نظر داشته باشیم. وقتی که کارمون تموم شه به اون محل نزدیک بشیم، نه که ماشینمون یا
هر چیز دیگه ای پارک باشه برای گذر از اونجا. توقف حداقل یک تا یک ساعت و نیم دو ساعت رو داشته باشیم، به دلیل اینکه این افراد میخوان شناسایی بکنن، رد اون افرادی که میگن از توی ساختمونام که بخوای ببین، بعضیا بیرونشونم یا اداره ای هستش که فیلم برداری میکنه، شما اون وقفه زمانی رو که بدین تشخیصش یه خورده سخت میشه برای اون افرادی که میخوان دستگیر بکنن. یعنی از اونجا ممکنه 200 نفر، ممکنه 20 نفر، ممکنه 10 نفر رد بشن. وقتی شما اون وقفه رو اونجا بدین، هیچ دوربینی شما رو نگیره، تو اون فاصله میتونین لباستون رو عوض کنین، ظاهرتون رو یک کوچولو تغییر بدین، نه که بازم شناسایی بشین. اون توقفه باعث میشه که ندونن که شما همون فردی هستین که از جلوی این دوربینا رد شدین، حالا با هر ظاهر قبلی که داشتین. این نکته ای بودش که میخواستم یادآوری کنم خدمت دوستان، و تا اینجایی هم که ممکنه از وسیله عمومی هم میتونن استفاده کنن، حالا اگر ساعت دیر وقت شب نباشه میتونن از وسیله عمومی هم استفاده کنن، ولی اگر از وسیله خودشون هم استفاده میکنن، باز این هم میتونه نکته‌ای باشه که یه تایمی، یه وقفه‌ای بدیم از اون وسیله استفاده کنن. چون دوربینا که میدونن خیلی واضح علنا دوربینای گذاشتن که کاملا تو اون خال صورتتون هم میتونن، چه میدونم، منفذای صورتتون هم میتونن نشون بدن از جایی که هستی، از ماشینی که سوار هستی. این هستش که اون وقفه میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه رد گم کنیم، گیر این افراد نیفتیم. میخواستم اینجا یادآوری کنم که ضبط هم میشه این اتاق، کسی هم خواست بشنوه شاید بتونه که مفید باشه. و تاسفم اعلام کنم برای این موج جدید دستگیری ها، واقعا با خانواده ها همدرد هستیم و اینجا اعلام میکنم که جمهوری اسلامی این رفتارش داره نشون میده. از وقایع به زمان اوایل انقلاب که قرار بودش که کودتای 57 اتفاق بیفته، تمام تکرار تاریخ در واقع، داستانهایی که شنیدیم، وقایعی که تعریف میکنن دوستان، یک به یک داره تکرار دوباره تاریخ اتفاق میفته و این نشون دهنده این هستش که رژیم جمهوری اسلامی در حال سقوطه و این وحشت رو داره که حتی از مادران داغدار یا عزیزانی که به هر حال کار سیاسی میکردن، یا عمو، برادر، مادر، پدر، هر چیزی رو که فکر میکنن، افرادی رو که میتونن صداشون موثر باشه رو دستگیر میکنن به خاطر بقای خودشون. این نشان دهنده تزلزل جمهوری اسلامی هستش، این نشان دهنده ترس جمهوری اسلامی هستش که نشون میده که پایه هاش چقدر سست شده و متاسفم براش که حداقل زورش رو میزنه برای این عزیزانی که واقعا هیچ سلاحی برای دفاع از خودشون ندارن جز صداشون. ممنون از فرصتی که به بنده دادین، زیاد نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید. بعد عرض کنم که بله، این رویکردی که الان دارن در واقع همونطور که گفتیم رویکردی که بعد از اوایل انقلاب و دهه 60 داشتن، اوایل بعد از انقلاب 57 و دهه 60 رفتاری که حکومت داشت همون رو در واقع میخواد تکرار بکنه. و من اول برنامه گفتم به نظر من الان قابل تکرار نیست دهه 60، به دلایلی که در واقع اون موقع جنگ با دشمن خارجی وجود داشت، گروه های مسلح در داخل وجود داشتن و شبت که رهبری کاریزماتیک وجود داشت و وسایل اطلاع رسانی و ارتباطات و ماهواره به این صورتی که امروز هست نبود و راحت تر میتونستن فضای سیاسی رو ببندند و هیچ کس هم اطلاعی پیدا نکنه. ولی خب الان اون شرایط به نظر من قابل تکرار نیست. آره ممکنه که تا حدی افرادی رو بازداشت بکنن. اون موقع هم حتی در دهه های قبل هم خانواده های زندانیان سیاسی و مادران خاوران رو بارها ریختن بازداشت کردن، تجمعاتشون رو خراب کردن، بازداشتشون کردن، خواهرای زندانی ها رو بازداشت کردن، ولی دوباره فعالیت های ادامه پیدا کرد. الان هم خب حکومت در تنگنایی قرار گرفته که روزی نیستش که ما شاهد تجمعات اعتراضی نباشیم و
تو این وضعیت و هم وضعیت بین المللیش، هم اوضاع داخلی از نظر اقتصادی چاره کار رو در این دیدن، به جای اینکه بخوان پاسخگوی مطالبات مردم باشن به این راه اومدن و به نظر من خب این سرنوشت محتوم حکومت‌های دیکتاتوری هست که در واقع به این سمت میره، قبل از در واقع سقوطشون به این سمت میره، امیدوارم البته، مگر اینکه اتفاقات دیگری اینها رو حفظ بکنه. خب ما قول داده بودیم که در واقع تو هر برنامه صدای امیر سالار داوودی رو داشته باشیم. یک پیامش رو که بازخوانی شده رو پخش کردیم، ولی خب صدای خودش رو هم بشنویم. من یه فایلی از مصاحبه امیر سالار داوودی با صدای آمریکا رو انتخاب کردم که با هم این فایل رو بشنویم. ببینید، قوانین البته در ارتباط با موضوعاتی که گفتید روشن، ما حالا نسبتاً میشه گفت میتواند به مشکلاتی که اشاره کردی پاسخ بده و حالا نگیم اونها رو به صفر میرسونه، ولی دست کم میتونه به حداقل ممکن برسونه. خب مثلا در مورد بحث ارائه خدمات پزشکی فوری به زندانیان، در آیین جسه کیفری ماده 502 رو داریم، ماده 522 رو داریم. در آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی سازمان زندان ها هم مواد 1, 5, 7 اینها خیلی روشنن، یعنی تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم، جنس و سن و سال و همچنین موقعیت اجتماعی و سایر مسائل. همینطور در تبصره ماده 7 طبقه بندی، آیین‌نامه طبقه بندی که مصوبه 1185 هستش، اونجا هم به اشاره شده که حتی مقامات میتونن افراد رو بر اساس موقعیت شغلیشون، موقعیت اجتماعیشون، خلقیاتشون، بر اساس تحصیلاتشون به شکل ویژه در واقع تفکیک و طبقه بندی بکنن. ولی مسئله اینها نیست، یعنی در واقع باید این مدار فراتر از قوانین بریم. ما در دو وجه میتونیم مشکل رو ببینیم. یکی وجه اجرایی است که خب مسلماً مقامات قضایی که در حوزه امنیتی هستن، در حوزه سیاسی هستن، حقوق بشری هستن، متاسفانه اونجور که باید به قوانین پایبند نیستن و ما همونطور که در سایر قسمت‌ها و سایر مسائل مربوط به حکومت نقص داریم در مسئله اجرا، در این مورد هم مسلماً با مسئله اجرایی مشکل داریم. اما قسمت دوم که به نظر من از این مهمتر هستش، روی کرد غیر علمی و غیر دانش محور حکومت به مقوله زندان است. ببینید، به هر حال زندان اگرچه پدیده خوبی نیست، اما خب یک امر لاجرم و ضروری است برای هر جامعه. شما اصلا فکر کنید بحث ما بحث زندانیان عقیدتی و سیاسی نیست. فکر کنید بحثمون در واقع کسانی است که بنا به ارتکاب جرم عمومی در زندان ها هستند. خب اینها جرمی انجام دادند و باید به هر حال مجازات حبس خودشون رو تحمل بکنن. تعجب من از اینه، جمهوری اسلامی به هر حال به زندان به شکل خیلی ویژه‌ای نظر داره، یعنی یکی از مهمترین مجازات های قوانین موضوع ما در حوزه کیفری مجازات زندان هستش از به جهت کمی. خب حالا که زندان محوریت داره در حقوق کیفری ما و بخش عمده ای از مجازات ها رو در بر میگیره، پس دیگه وقتش رسیده که زندان به شکل علمی اداره بشه، یعنی زندانبانی به عنوان یک دانش و به عنوان یک علم بهش نگاه بشه که البته مستظهر بشه و پشتیبانی بشه از دانش هایی مثل روانشناسی، روانپزشکی، حقوق و سایر علوم مرتبط. ولی متاسفانه همونطور که میبینیم، همونطور که در سطح کلان به طور کلی، حالا آقای داوودی، ما فکر میکنیم هنوز با این شرایط خیلی فاصله هست، با این شرایط آرمانی. حالا با توجه به همین بخشنامه و با اتکا به همین بخشنامه و به طور دستوری آنچه در حکم جدید مدیر کل زندان‌های استان تهران هم به اون اشاره شده، آیا میشه منشأ تغییر بود و نسبت به بهبود شرایط زندانیان سیاسی و مدنی از طریق تفکیک و طبقه بندی زندانیان سیاسی امیدوار بود یا نه؟ اگر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های از این دست
حاوی مطالب جدیدی باشند یا تفسیر قوانین موضوع رو بکنند یا راهکارهای عملی رو بهش بپردازند برای اجرای درست‌تر قوانین، بله ممکنه، ممکنه این آیین‌نامه به بخشنامه کمک کننده باشه. اما تجربه ثابت کرده که بخشنامه ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها معمولا چیزی فراتر از آنچه که قانون میگوید نیست. یعنی مثلا شما در مورد جرم سیاسی حتما یادتون هست قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده، در سال 99 آقای رئیسی بخشنامه داد برای اجرایی کردن این قانون. خب این بخشنامه چیزی فراتر از همون مطالبی که در قانون 95 یعنی قانون جرم سیاسی بود در بر نداشت. این آیین‌نامه ها عرض میکنن تجربه ثابت کرده که خیلی فراتر از متن قوانین موجود نمیروند، بنابراین من فکر نمیکنم خیلی کمک ویژه‌ای به مسئله بکنن. ممنون از شما آقای امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از تهران. خب صدای امیرسالار رو شنیدیم که یه جورایی موضوعی هم که راجع بهش در این فایل صحبت میکرد به صحبتهای این جلسه‌مون هم تا حدی مرتبط بود. خب امیدواریم که این موج بازداشت‌ها با در واقع واکنش مناسبی توسط جامعه مدنی همراه باشه، چه در داخل چه در خارج فعالان مدنی و فعالان سیاسی واکنش های درخور نشون بدن و در واقع بشه خودش در واقع یک نوع موتور محرکه جنبش مردمی. شاید در یک کشور دیگری بود، نمیدونم، مثلا میگفتن که تو سه روز 1500 نفر رو کشتن، بعد چند سال بعدش مادران کشته شدگان رو که دادخواه فرزندانشون بودن رو اومدن با این وضعیت بازداشت کردند، اتفاق دیگه ای می افتاد و مردم می ریختن تو خیابون. این خوبه که در واقع به توسط جامعه شناسان و علمای علم سیاست بررسی بشه که چه شده، چه بلایی به سر جامعه ما اومده. یعنی یک چنین خبری میتونست در افراد رو بکشونه به خیابون در یک کشور دیگه، ولی همونطور که بارها در این اتاق گفتم انگار که داریم عادت میکنیم که جمهوری اسلامی دیگه همینه، بازداشت میکنه، میکشه، اتهام ناروا میزنه، پرونده سازی میکنه، دروغ میگه، به دروغ عادت کردیم، به شنیدن دروغ عادت کردیم، با دروغاشون جوک میسازیم و با کشته شدن آدم ها هم گاهی وقتا جوک میسازیم و این فضا رو همینجور داریم ادامه میدیم. جا داره که همه ما یک نگاه مجددی بکنیم به طرز حضورمون در اجتماع و در زندگیمون که بالاخره چه مسئولیتی داریم، چطور بایستی که در برابر یک خبر ناگوار واکنش نشون بدیم، اون ناگوار بودن اون خبر رو چطور بایستی که با پوست و گوشت و استخوان خودمون لمس بکنیم و برامون عادی نشه. خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه دوستان و امیدوارم که در برنامه بعدی هم در خدمتون باشیم. اگر پیشنهاد عزیز برای برنامه بعدی در خدمتتون هستیم بفرمایید. ببخش گفتم یادمون رفته سوین عزیز صحبت نکردن. بله من خیلی خیلی عذر میخوام سوین جان. سوین بفرمایید، از توییتر مخصوصا به ما بگو چه خبر. من خیلی توییتر رو امروز هم دنبال ندیدم که اوضاع چطور بوده، ولی شنیدم که واکنش های زیادی تو اونجا بوده. لطفا برای ما توضیح بده که چه خبره. درود به همه شما دوستان، خسته نباشین، مرسی. چقدر اخبار اینقدر ناراحت کننده بود، من به دیاکو جان گفتم اصلا من حالم داره بد میشه، اینترنت منم این امروز اینجا باد و بارون بود و همش قطع میشد مثل شما و واقعا چی بگم. راستشو بخواین درود به سوده جان، امیر سالار هم نیست، اصلا حالمون گرفته است. یه واقعیتی که هی کلافه ایم و پیروزم یه دونه پست اومده تو اینستاگرامش، بعد ما فکر کردیم که آزاد شده، بعد
فهمیدیم که خب یه پیغام داده بودن. خب باز خوبه که پیغام فرستادن، اما واقعا جاشون خیلی خالیه، اصلا یه وزنه بودن واقعا. بگذاریم بریم پیش سراغ اخباری که از مادران آبان اومده، مادرانی که دستگیر شدن. خب نام بردید ناهید شیرپیشه، مادر پوریا، مهداد عموش و همینطور محبوب رمیزانی مادر پژمان قلی‌پور، رحیمه یوسفزاده مادر نوید بهبودی، ایران الهیار مادر مهداد معینفر و سمیه جعفرپناه خواهر محسن جعفرپناه. از دیگر عزیزان هم که خبر دارید که اتفاقی افتاده، یک دونه پوستر به زبان عربی بچه های کمپین در حمایت از روز حجاب و آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان زن آماده کردن که پخش کردن. پوسترهای بسیار زیادی دوستان نیما و بقیه بچه ها آماده کردن رو صفحه کمپین گذاشتن و خب همه واقعا چی بگم، یکم با سعید دانور هم که شنیدید که دستگیر شدن و خانواده پوریا بختیاری رو همگی خانواده رو موبایل هاشون رو گرفتن. فعلا فضای توییتر بسیار حجم بسیار زیادی از توییت هاست در مورد هم محیط زیستمون و امروز متاسفانه دوباره یک پسر بچه هم در هوتک ها جانش را دست داد و فقط 7 سالش بود. آمارهای دام ها رو که خودتون از من زودتر گفتین، اما بلوچستان هم اوضاع اصلا خوبی نداره متاسفانه. نمیدونم اصلا دیگه باید از کجاش بگم. از یک طرف هم که در مورد این هفته بسیار هشتگ سیو لیک ارومیه بود که هشتگ های داغی بود، تا 100,000 هشتگ زده شد، یک روز 74,000 تا شد و امروز هم تا 14,000 هشتگ رو من دیدم که ترند اول ایران بود. دیروز ترند اول خاورمیانه رو گرفته بود. متاسفانه در کمتر از یکی دو سال 90% از آبهای دریاچه ارومیه خشک شده و فلامینگوها از بین رفتن. متاسفانه در پروانه سفید وارد جنگل‌های بلوط لرستان شده، جنگل‌ها در خطرن و یک بخش عظیمی از جنگل‌ها سفید شدن. نفس‌های ایران داره به شماره میفته. اگه از این طرف دریای نمکمون خوش بشه، چون ارومیه شورترین دریاچه عمیق دنیاست و خشک شدنش تبعات بسیار بد جهانی رو خواهد داشت. همچنین مثل آمازون که در حال از بین رفتن هست، اگر بلوط‌های لرستان هم از بین بره، من فکر می‌کنم واقعا نفس‌های ایران به تنگ خواهد افتاد. و حالا اخبارهایی بودن که این چند روزه داغ هست. از حجابی حجاب هم براتون بگم که تقریبا همه حمایت کردن. از تمام گروه هایی که من داشتم چک میکردم، رصد میکردم، همگی حمایت کردن، چه خبرگزاری ها، چه افراد بزرگ. ولی خیلی برام سوال شد که چرا هیچ اتاقی در مورد حجابی حجاب در کلاب هاوس امشب تشکیل نشد. من میخواستم یک اتاقی بگذارم هم با شما هم برابری داشت و همین که واقعیتش رو بخواهیم ماهان و صبح ببرم مدرسه و در توانه من نیستش که بتونم تنهایی همه کارها رو هندل بکنم. ولی خب توی توییتر بودم، هشتگ رو گذاشتم، بچه های دیگه استفاده کردن گذاشتن و همینطور فعلا بیشترین اخبار در مورد موج بازداشت هاست، در مورد حجاب بی حجاب هست و همچنین شرایط بدی که برای جنگل ها و رودخانه ها اتفاق افتاده. میام فعلا فضای خوبی نداره، فضای پر التهابیه و منتظریم ببینیم. مهمترین مسئله ای هم که الان در حال اجراست همین داستان مادران دادخواه. الان هم که آتنا دائمی هم دوباره توییتی کردن در مورد مادران دادخواه که حالا من اون رو هم براتون میخونم. با شناخت از جسارت و شهامت خانواده دادخواه و مادران آبان 98 دارم، همین حالا هم مشغول خراب کردن سقف و دیوارهای انفرادی بستر ماموران امنیتی هستند. حتما آنجا هم یک صدا فریادند و میگویند و میخوانند. کسانی رو بازداشت کردن که ترس برایشان معنا ندارد. و توماج صالحی هم حمایت کرده، تقریبا همه مادران دادخواه رو دستگیر کردن. طوفان باز همچنین نوشته که وحشت رژیم زمانی که از روی زوال به دادخواهان و داغدار عزیزانشان هستن رحم نمی کنن. و همینطور تمامی عزیزان، خود پوریا همینطور حمایت کرده و اعتراض کرده به موج بازداشت های فعالان سیاسی و خانواده دادخواه پوریا زراعتی و تقریبا همه در مورد این عزیزان در حال صحبت هستند.
ولی خب یک پیامی هم الان دارم میبینم که هشدار وزارت اطلاعات با سلام، شماره دفتر شما با سامانه های اغتشاشگر ضد انقلاب در فضای مجازی در ارتباط است. طبق قانون این اقدام جرم و تکرار را منجر به اقدام قانونی خواهد شد. چنانچه توضیحی در این باره دارید به این شماره پیام بدید. پیامک های جدیدی هم که الان من براتون خوندم برای کاربرانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند داره متاسفانه دست به دست میشه و داره از طرف خود وزارت اطلاعات ارسال میشه. به هر حال یک موج وحشتی جمهوری اسلامی رو فرا گرفته. من امیدوارم این موج وحشت به سرنگونی برسه. سرنوشتی که برای سریلانکا اتفاق افتاد، امیدوارم برای خامنه ای هم اتفاق بیفته و همینطور برای دیگر ظالمانی که دارن بر مردمشون اینقدر ظلم میکنن. مرسی جناب توافکان بیز عزیز، دیاکوی عزیز، سوده بانو، جناب خانم گلبانوی نازنینم، میستم خیلی استفاده بردیم از صحبتات. من عذرخواهی میکنم که این همه سختی کشیدیم. من برای همه بچه‌ای که تو زندانم واقعا تلاش میکنیم که صداشون باشیم، چه تو توییتر چه اینجا جناب تواف در کلاب هاوس، و امیدوارم که به نتایج خوبی برسیم، چه محیط زیستمون، چه زندانیانمون، چه خانواده‌های داغدارمون، چه تک تکمون. واقعا هم داغداریم هم در تلاش. امیدوارم که تلاشمون اونقدر به ثمر برسه که واقعا همگی در کنار این مادران عزیز جشن بگیریم و یاد عزیزانمون رو در دلمون شاد نگه داریم. واقعا ممنونم از شما، سپاسگزارم و ببخشید که زیاده گویی کردم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. حالا در مورد اون موضوع در واقع کارزار حجاب بی حجاب صحبت کردید، خب به نظر من خیلی کارزار مهمی هست. البته یک سری هرچه به نظر من ناهماهنگی هایی وجود داشته و مثلا یک زمان یک ساعت مشخص باید اعلام بشه که همه همزمان در واقع این فعالیت رو در سراسر کشور انجام بدن، که این ساعت و زمان توسط کسایی که این در واقع این برنامه رو را انداختن، اکانت های گمنام توییتری بودن که شروع کردن، انجام نشد. بعد عرض شود که حالا برای سری های بعدی جان چاپ، من امیدوارم فعالیت ها رو به صورت مخفی خودشون داخل شبکه هایی که داخل ساختن انجام بدن. آره خب، که این کمتر به دست مامورین بیافته. من فکر میکنم اون خیلی بهتر از اینجوری پیمان، یعنی اعلام های خارجیه، چون اینجوری میتونه واقعا دستمایه سیستم باشه. ولی یک چیزی هم شنیدم، خانواده هم حمایت بکنن، این هم در نظر داشته باشن که خانواده هم حمایت بکنن از این حرکت، واقعا مهم. بله بله، خب ما حالا راجع به این موضوع خیلی مطلب منتشر کردیم تو شبکه‌های اجتماعیمون، توصیه‌ای کردیم در مورد این قضیه که چطور خانواده‌ها، سالمندان، حتی افراد محجبه بیان حمایت بکنن از این جریان. اما یه چیزی که هستش، خب من به نظرم خب بایستی که حالا برای سری‌های بعدی مخصوصاً یک کاری کرد که حمایت همه رو بیاریم پشت سر این قضیه، یعنی خواننده ها، داریوش، ابی، گوگوش، هنرمندا، گلشیفت فراهانی، اینا رو همه رو باید آورد پشت سر یک چنین جریانی. افرادی که تاثیرگذار هستن تو اجتماع و خب حمایت بکنن. جمهوری اسلامی از حجاب، رقص، شادی، با این چیزها، از این چیزها میترسه و با همین چیزها میشه باهاش مبارزه کرد. یکی از روشهاش شاید این باشه. شما تصور کنید مردم قرار بذارن هر شب سر یک ساعت مشخصی با یه آهنگ شاد بیان تو خیابون بدون حجاب برقصن. وقتی که گستره جغرافیایی یک چنین کاری زیاد باشه، گسترده باشه، اینقدر اینا نیروی سرکوب ندارن که بخوان سرکوب کنن و این باعث میشه که مردم قدرت خودشونو ببینن، همدیگر رو ببینن، قدرت خودشونو باور کنن. امیدوارم حالا یک چنین برنامه‌هایی تاثیرگذار باشه. موضوع دریاچه ارومیه و محیط زیست بسیار بسیار مهمه، یعنی اصلا مهمترین موضوع ایران شاید محیط زیست باشه الان. ولی من یه ولی که میگم برای اینه که متوجه شدم که
وقتی کارزار حجاب بی حجاب را افتاد، یک عده اومدن توی شبکه‌های اجتماعی زیر کامنت‌های زیر پست‌هایی که راجع به حجاب بی حجاب داشتیم هشتگ در مورد دریاچه ارومیه می‌ذاشتن، هشتگ درباره سربازی اجباری می‌ذاشتن. یعنی با یک موضوع دیگری میخوان یک موضوعی که الان همین الان میتونه حکومت رو به لرزه بیاره، به لرزه بندازه، در واقع اون رو کمرنگش کنن با یه موضوع مهم و اون هم در واقع سر جاش بسیار مهم و اساسیه. اما به نظرم میاد که جوی که در واقع راه انداختن یک جوری برای کمرنگ کردن این موضوع در کارزار حجاب بی حجاب بود و امیدوارم که این ظرافت ها رو ما بتونیم تشخیص بدیم. خب و روش های ارتش سایبری دیگه میان کامنت میذارن، کامنت الان موضوع اصلیمون حجاب، در حالی که این حجاب و بعضی ها میگن که این موضوع انحرافیه، ما باید از مردم سریلانکا یاد بگیریم اصل جریان رو بزنیم، در حالی که این موضوع حجاب در واقع همون اصل جریان این حکومت ایدئولوژیک هست و این رو متوجه نمیشن برخی از دوستان یا عمدن چنین چیزایی رو میگن. امیدوارم همگی خوب باشید، سلامت باشید، پر انرژی باشید. هر نتیجه‌ای که فردا ایجاد شد در مورد این موضوع مبارزه با حجاب اجباری، جریان مبارزات مردم ایران ادامه داره با همه این بازداشت‌ها و بگیری به بندها. در طی تمام این 40 و چند سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو بازداشت کرده، کشته و خشونت‌های زیادی رو به کار برده، ولی هیچ وقت نتونسته صداها رو خاموش بکنه. صداها همچنان باقی است و مبارزات ادامه داره برای آزادی و برابری. خیلی ممنونم از شما دوستان. تا برنامه بعد منتظر پیشنهادهای شما هستیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.